آنچه از حکم خدا شود به هر نکته ایام میدهد طریق بندگی به بندگان نشان. شرح توضیح مسائل است و شیوه عمل از کلام مرجعیت این سخن وقت بیان. حکم حج و روزه و نماز و بیع و حکم خمس آنچه مطلبش بود به بطن آیه‌ها نهان. حکم عید شرعی و اباحه و صید و شکار جملگی به حکم مرجعیت گشت ترجمان. به نام خداوند بخشنده مهربان و با سلام خدمت یکایک شما بزرگواران عزیز، بینندگان خوب و محترم برنامه توضیح المسائل، شما بزرگوارانی که دغدغتون مسائل شرعی و دغدغه ذهنیتون رسیدن به جواب هاست، انشاءالله که امروز هم بتونیم برنامه رو بهتر از روزهای گذشته تقویم حضورتون بکنیم و شما هم انشاءالله پای برنامه نشستین تا مقداری به علممون اضافه بکنیم هممون و به جواب سوالاتمون هم برسیم. خدمت کارشناس بزرگوار جناب استاد رفعتی هم عرض سلام و ادب دارم. علیکم سلام. بنده باشید، سلامت باشید. عزیزان بیننده سلام علیکم و رحمت الله. قبول باشه ان شاء الله عباداتتون اعمالتون. شب جمعه است. ما هم از جوار سید الشهدا علیه السلام خدمت شما عرض ادب و احترام داریم. امیدواریم که شب جمعه بیننده همه شما در این سرزمین باشه. تقدیم بکنیم این دعا رو محضر سید الشهدا علیه السلام. امید هست که خدا به حق این امام مظلوم فرج فرزندشون رو بر همه ما نزدیک کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته دعاءه وخيره يا رحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. تشکر میکنم را قبول باشه. همچنین شما بزرگواران عزیز بیننده توی روز پنجشنبه و شب جمعه شب زیارتی مخصوص آقا سید الشهدا این توفیق رو داریم که برنامه رو تقدیم حضورتون بکنیم. انشاءالله بزرگوارانی که پای گیرنده های خودشون نشستن و برنامه رو نگاه میکنن که به صورت زنده و مستقیم از کربلای امام حسین تقدم حضورشون میشه، من زمین اینی که دارن برنامه نگاه میکنن نیت زیارت هم داشته باشن، ولو که حالا نتونستین تو این لحظات و این روزها کربلا باشین، ولی انشاءالله از راه دور دست ادب به سینه بذارین و سلام به آقا سید الشهدا بدین و جز زائرین حضرت باشین. دعوه برنامه در روزهای پنجشنبه اینه که سوالات شما رو توی برنامه پاسخ بدیم. بیشتر از روزهای گذشته یه وقتی خب ما تو روزهای گذشته وقت کم میوردیم برای سوالات شما بزرگواران و نیاز به توضیحاتی بود در تو با خیلی از اقسام مختلف فروعات شرعی، بنابراین که امروز انشاءالله بیشتر بتونیم سوالات شما رو مطرح بکنیم و بیشتر هم شما به جواب سوالاتتون برسیم نسبت به روزهای گذشته. حاجا مطلبی دارین یا من وارد بحث شم؟ من مقدمه عرض میکنم با اجازه شما. حقیقتاً از این برنامه من استفاده بکنم، محضر شما عزیزانی که مطمئن هستم بعضیتون خیلی بیشتر از ما علاقه و محبت به سروران دینیمون علیهم السلام اهل بیت دارید و اون نکته این هست که ظاهرا فردا روز وفات حضرت ام البنین علیه السلام باب الحوائج الالله هست. من اینطور عرض میکنم خدمتون، امام حسین علیه السلام امتحان بشر بودن از زمان حضرت آدم تا قیامت. توضیح نمیخواد، انشاءالله براتون معلومه. وقتی که روزش رو برای حضرت آدم خوندن از مصائبش شروع شد امتحان بشریت به سید الشهدا علیه السلام به شکلهای مختلف تا امروز و تا روز قیامت. خود حضرتشون تو جمله‌ای که منسوب بهشون هست تو جمله معروف فرمودن الناس عبید الدنیا و دین لعقون علی السنتهم. خیلی دین میکنن، اسلام میکنن، اما لغلقه زبونه.
یحوطونه ما درت معایشهم، دین رو برای دنیاشون میخوان. نشونش هم اینه که هر جا دین به نفع دنیاشون باشه ازش استفاده میکنن. و اذا محصو بالبلا، اما اگه قرار شد به چیزی که خلاف میلشون امتحان بشن، قلت دیانون، ببینید ملتزمین به دین کمن. در جای دیگه خود سید الشهدا علیه السلام وقتی ازشون سوال شد آقا برای چی میرید به این سفری که میدونید کشته شدن و معذرت میخوام اسیری و گرفتاری توش فراوان هست، فرمودن اذا اقمت به مکانی فبماذا یبتلا هذا الخلق المتعوس و بماذا یختبرون، اگر نرم این سفر رو اینا چطور امتحان پس بدن. یعنی پیداست تا قیامت بشر باید به امام حسین علیه السلام امتحان بشه. بانوی بزرگواری مثل ام البنین علیه السلام بهترین نمره را آوردن در خدمت به اهل بیت علیه السلام، با تمام وجود خودشون رو فدا کردن و فرزندانشون رو. شاید اگه توفیق شد آخر برنامه حتما یه اشاره میکنیم، اما الان یک نکته رو میخوام عرض بکنم. خب عزیزان میدونن شاید فردا بعضیا خیلی مقید باشن به عنوانی که روز 13 فروردین هست، بخوان خارج از منزل برن، بخوان تفریحی انجام بدن. تفریح رفتن مشکلی نداره، تو سبزه و چمن نشستن هیچ اشکالی نداره، هیچ حرمتی برش مترتب نمیشه. میتونه انسان بیرون بره توی فضای سفره رو پهن بکنه و نیت کنه اون سفره به نام حضرت ام البنین باشه و چه بسا سر سفره هم یه نامی از حضرت ببره. تو خونه ها معمولا یکی دوتایی پیدا میشن که صدایی دارن، روزه بلدن، میخونن. منافاتی نداره تفریح با عشق. نمیخوام بگم پس نریم، اگر بالاخره برنامه‌ریزی کردیم و روز آخر تعطیلات و بچه‌ها ناراحت میشن اگه تعطیل بشه، اما از حالا برنامه رو برای این اساس بگذارید، امسال بیرون رفتنمون باشه به نام ام البنین. بهتر از اون این هست که یا لااقل یک نواری ضبط چیزی سی دی آماده بکنیم، ماشین رو هم کنار سفره بگذاریم، ماشین رو روشن کنیم، سی دی رو پخش کنه، یک روزه از حضرت خونده بشه. نگاه به اطرافمون نکنیم، ما کارمون به دیگران نباشه، ما سعی کنیم خودمون امتحان رو درست پس بدیم. بهتر از اون اینه که اگه خیلی مقید هستیم به بیرون رفتن، امروز بریم بیرون، فردا رو بگذاریم برای ادای حقی که نسبت به این بانوی بزرگوار داریم. ممکنه کسی بگه خب در خونه بمونم که کاری انجام ندادم. اقلا فایدهش اینه که روزی را که مردم میرفتن بیرون و تفریح میکردن، من اون روز را برای خودم عزا اعلام کردم و از خونه خارج و یک نوع ادبه. و از اون بهتر این هست که اگه ازم میاد مسجد رو فعال کنم، حسینیه رو فعال کنم، خونه رو فعال کنم، لااقل یه مجلسی بگیرم، بگم آقا امسال بیاد خونه ما سینزتون رو به در کنید به نام ام البنین علیه السلام. مجلسی گرفتم، سفره بندازید، مردم رو دعوت کنید و ببینید فوایدش تو زندگیتون خیلی زیاده. واقعا ام البنین سلام الله علیها قوقا میکنن، خیلی دست کرمشون بالاست. بالاخره مادر حضرت عباسن و همسر امیرالمؤمنین. من جسارت میدونم محضر عزیزانی تو عرض میکنم، اما علی حال امتحانیه، فردا میگذره و تمام میشه. اگر خدمتی کردیم، اگر کاری کردیم که شرمنده حضرت و فرزندشون نباشیم خوبه، اما اگر نه پس معلوم شد تو امتحان موفق نشدیم. چون روزی هم که امام حسین علیه السلام حرکت کرد، یکی گفت خونم، یکی گفت زنمو چیکار کنم، یکی گفت بچه‌هامو چیکار کنم، یکی گفت من یه عالمه برنامه‌ها دارم، یکی گفت من فردا قرار تجاری دارم، یکی گفت کشتی منتظره که من برم فلان جا، یکی گفت کاروان داره حرکت میکنه برای یک سفر نمیدونم زیارتی تجارتی، هر چیز. هر کسی عذری داشت. حالا بعدا انشالله یه جور دیگه، انشالله اتفاقی نمیفته، حالا چه اشکالی داره؟ عذر زیاد بود، اما جز حسرت و اندوه و بیچارگی براشون باقی نموند. الان هم همون امتحانه، فقط خیلی کوچیکش، اصلا قابل مقایسه نیست. بله خیلی کوچیکترم، عرض میکنم. حرامم نیست اگه رفتیم بیرون، حرامم نیست اگه تفریح کردیم. اگه حرامی نیاد، موسیقی، ترانه، چه میدونم چیزی که بی ادبی حساب بشه نباشه، هیچ گناهی نکردیم، اما قبولم نشدیم. اما نمیتونیم توقع داشته باشیم که تو سختی ها بیبی دست ما رو بگیره، اگرچه او کرمش بیش از این حرف هاست، معامله نمی کنه. اما خوبه ما هم در مقابل این بانوی کرم که حق گردن ما دارن، روزی که به نامشون هست احترام بکنیم. انشاءالله جسارت ما رو میبخشید و اگر مجبور شدید که بیرون برید، سعی بکنید رنگ ام البنین علیه السلام تو بیرون رفتنتون و تو برنامه‌تون حتما باشه و رو دیگران هم تأثیرش رو بگذارید. امیدوارم موفق باشید. در خدمتتون هستم. تذکر به جاتون. من برمیگردم به مطلبی که چند روز پیش خودتون فرموده بودین که ما معامله بکنیم با خدا، با اهل بیت. میگه معامله است که با حضرت معامله بکنیم، همونطور که آقا سید الشهدا همه چیزشون رو دادن در راه خدا و خدا این مقام ها رو به حضرت عنایت کردن،
بیبی ام البنین هم تقریبا تمام دارایی هاشون رو تقدیم آقا صدر شهدا کردن. ما یک از تفریحمون بگذاریم. ما حالا از کوچکترین چیز هم میتونیم بگذاریم. خیلی متشکرم، ممنونم. نکته به جایی بود، انشالله که بتونیم رعایت بکنیم. من سریع وارد سوالات بشم. در خدمت هستم. سلام کردن، پرسیدن فروعات فقهی منظور چیه؟ منظور از فروعات فقهی بعد گفتن که یعنی در رساله های عملی نوشته نشده؟ فروع در مقابل اصوله. اگر کلمه فروع فقهی رو ما به کار بردیم میشه مقابل اصول دین. مثلا برای خدا شریک قائل نشیم، شریک برای خدا قائل شدن حرامه، این یکی از اصول دینه، مسئله فقهی شرعی نیست. وقتی هم میگیم حرامه یعنی اعتقادن حرامه. بله مخالفتش هم عقوبت آوره و بدترین نوع عقوبت ها عقوبت شرکه، اما اینا اصطلاحا جز فروع فقهی ذکر نمی کنن چون جز مسائل عملی نیست، جز مسائل اعتقادیه. انبیا معصوم هستن، باید اعتقاد، واجب است ما معتقد باشیم که انبیا معصومن، واجب است ما اعتقاد داشته باشیم که حساب و کتابی هست و سؤال قبری و شفاعت و بقیه جریانات بهشت و جهنم، اینا جز واجبات و دستورات اعتقادیه. اما اینکه نماز صبح باید بخونیم، روزه ماه رمضان باید بگیریم، مستطیع شدیم حج باید بریم، این بایدها و این واجبات فروع فقهی هست. پس کلمه فروع در مقابل اصوله. وقتی میگیم فروع فقهی با کلمه فقهی داریم توضیح میدیم که این فروع فروع مسائل اعتقادی نیست، بنابراین مسائل اعتقادی هم فروع داره. مثلا بحث صفات خدا، ما باید معتقد باشیم که خدا دارای صفات حسنا، صفات جمالیه و جلالیه است، عالم قادر. خب عالم بودن خدا یک سری فروع برش مترتبه، رازق و خالق بودن خدا یک سری فروع برش مترتبه. من باب مثال که آیا رازق بودن و خالق بودن رو میتوانیم به غیر خدا نسبت بدیم یا نه، اگه میتونیم در چه صورت و با چه شرطی، اینا میشه جزء فروع مسائل اعتقادی. اما وقتی میگیم فروع مسائل فقهی یعنی اون چه که مربوط به تکالیف ماست، از نماز، روزه، حج، اینا خودش هر کدوم یک اصله اما نسبت به اصول دین فرع حساب میشه. چرا میشه فرع؟ چون وقتی انسان خدا رو باور داشت و خدا رو قبول کرد نماز میخونه، پس میشه فرع اون. انسان وقتی معاد رو باور داشت مخالفت نمیکنه چون میدونه حساب کتاب هست، پس میشه فرع اون. در فروع فقهی مسائل خیلی زیاده، هزاران هزار مسئله ما داریم، همه اونا تو رساله آورده نشده، تو رساله 4-5 هزار تا مسئله کمتر بیشتر جمع شده که اینا از هر کتابی چند تاشه، همش نیست. لذا استفتاءات رو علما اضافه میکنن بر اساس مسائلی که خیلی سوال میشه، باز همش هم اون نیست. ولی همونطور که تو مسائل اعتقادی دانستن همه مسائل اعتقادی واجب نیست بر همه، بله کلیات مسائل اعتقادی رو باید بدونیم با دلیل و بپذیریم، اما فروع مسائل اعتقادی دانستنش بر همه واجب نیست. بله بر یک عده واجبه برن تحقیق کنن، عالم بشن، صاحب نظر بشن و حفظ کنن این فروع را و به دیگران منتقل کنن. مسائل فقهی هم همینطور، مسائل مبتلا بهش رو هر کس باید بلد باشه، اما بقیه مسائل چی؟ کسی که تو عمرش اصلا نیاز به بحث شفعه پیدا نمیکنه، نیاز به مباحث طلاق پیدا نمیکنه، نیاز به مباحث لغته پیدا نمیکنه، مبتلا بهش نخواهد بود. مسائل حدود و دیات و قصاص خب لازم نیست یاد بگیره، اما یه عده باید باشن قطعا که این مسائل رو یاد بگیرن و به دیگران منتقل کنن، حفظ کنن سینه به سینه. همین کاری که بله هم کاری که مجتهدین انجام میدن، بله واجب کفایی. پس این واجب هم در اصول دین هست هم در فروع دین. خب مرجع تقلید یک مجتهد وقتی میاد بررسی میکنه فروع فقهی را، ممکنه کتاب 42 جلدی بنویسه، ممکنه کتاب 150 جلدی بنویسه و بازم میبینه هنوز فروع فقهی تمام نشده. شیخ انصاری فقط فروع فقهی بحث خرید و فروش و مکاسب رو با یه مقدار حواشی جمع کرده، یک کتاب بسیار مفصلی شده به نام مکاسب شیخ انصاری که مثلا کسب‌های حرامش که ایشون جمع کرده با البته مقدار شرح و بسط، که البته بازم همه شرح و بسطش نیست و قطعا همه فروعش هم نیست، شاید اگه با همه فروعش بنویسه 3-4 برابر میشه، برای خوندنش طلبه ها 2 سال وقت میذارن، فقط مکاسب محرمش رو. بعد مباحث بیع رو مطرح میکنه، بعد فروع مباحث بیع رو مطرح میکنه، مثل شرایطی که باید خرید فروشنده داشته باشه، شرایطی که باید جنس داشته باشه و پولی که پرداخت میشه، شرایطی که باید خود عقد داشته باشه، اگه کسی مالک نباشه بفروشه به اصطلاح بیع فضولی، مباحث خیارات،
یا 6 7 سال وقت میگذارن تا فقط مباحث فقهی رو با فروعش بفهمن. بنابراین رساله که شما نگاه میکنید گلچین شده ایست از مهمترین مسائل فقهی و فروع فقهی. بله، مسائل فقهی بیش از اونیست که تو رساله هست، و اگر شما بزرگواری بکنید در هر شغلی که هستید و هر کاری که در اجتماع انجام میدید وقت بگذارید، بیش از اونی که مبتلا بهتون هست یاد بگیرید. یکی از فوایدش اینه که نورانی میشید، یکی از فوایدش این است که برکت تو زندگیتون میاد. فقه آل محمد علیه السلام برکت زاست، زندگی رو شیرین میکنه، مشکلات زندگی رو حل میکنه. ممکنه بگید آقا دلیلت چیه؟ بله روایت داره، اما بالا اونچه که برای قبول کردن برای ما خیلی مهمه خارجشه، یعنی عملشه. ما نگاه میکنیم زندگی ها خیلی، یعنی موارد بسیار زیاده که شیرین شده، برکت پیدا کرده از زمانی که شخص شروع کرد یکی دو ساعت وقت بگذاره برای مسائل فقهی. یه آقایی رو پیدا کرد، امام جماعتی، رفیقی که آشنا بود، که واقعا میخوام من شرایع محقق رو شروع کنم، حاضر به من درس بدید؟ من میخوام اول با توضیح المسائل مقدار با مسائل آشنا بشم. بعد از توضیح المسائل شروع کرد به خوندن تبصره علامه حلی، بعد شرایع، بعدم اگه خوشش اومد شرح الامه. چه اشکالی داره آدم شرح الامه رو بخونه در حالی که یه تاجر بازار، کارمندی اداره است، تو بانک کار میکنه و هر جای دیگه؟ طوری که قدیمیان میکردن. بله آجا، خیلی زندگی شیرین میشه، واقعا انسان لذت میبره وقتی متوجه میشه فقه پیغمبر، آل پیغمبر، دینش انقدر عمیقه، انقدر زیباست، انقدر دقت شده به تمام جهات. بنابراین رساله تمامش نیست، خوب هست که انسان علاوه بر اون به این شکلی که عرض کردم خدمتون وقت بذاره با مسائل بیشتر آشنا بشه. بسیار خوب. حالا وقت دادن نگاه میکنه بزرگواران مثل شما این قسمت هایی که معمولا مردم نمیدونن، مثلا بحث مکاسب شیخ انصاری که فرمودین، حالا نگاه میکنن چه مسائل و جواب های غنی داریم، چقدر پر محتواست. ولی خب شاید ماها نگاه هم خیلی سطحیه، تو عمقش نبودیم و نشدیم، تو فضاهاش نیسته. خب من فقط گذران این مطلب رو هم شما اشاره بفرمایید. پس برای اون کسانی که تناقض ایجاد میشه که میپرسن میگن آقا ما پس در دین یه سری اصول دینه، یک سری فروع دینه، پس چطور مثلا امام جعفر صادق میاد میگه که مگر دین غیر از حب و بغضه؟ بعد شما توی فروع دین مثلا تولی و تبرع رو دارین، اونم مثلا مقام هفتم و هشتم رو دارین. نه این درجهش با اهمیتش نیست. یه زمانی عرض کردیم حب منشأه، حب ریشه است. انسان وقتی کسی رو دوست داشت دنبالش میره، انسان وقتی کسی رو دوست داشت حرفش رو گوش میکنه. این دوست داشتن منشأ بسیاری از دانش ها و آموزش ها میشه. من وقتی عالمی رو دوست داشتم هر روز بهش سر میزنم و با سر زدن به او هر روز با اسوهش، با اعمالش، با اون چیزایی که براش اهمیت داره آشنا میشم و ازش اخذ میکنم. ببینید یه نمونه عرض میکنم، تو همون مکاسب شیخ انصاری یکی از شرایط خریدار و فروشنده رو اختیار ذکر میکنه. میگه منظور ما از اختیار این است که باید مجبور نباشه. مجبور معنای فارسی یعنی اکراه نباشه. بعد تفسیر میکنه اکراه یعنی چی؟ یعنی طیب نفس، یعنی میلش بوده به فروختن. بنابراین اگه میلش نیست به فروختن معاملش باطله، فاسده. چطور انسان میلش نیست به فروختن وقتی میفروشه؟ کسی تهدیدش کرده آقا خونه تو بفروش، از این محله برو، والا بلا سرت میارم. خونهشو دوست داره، خونه یادگار پدریشه، ولی میبینه اگه نفروشه چیزای با ارزشتری رو از دست میده. میفروشه ولی هیچ میلی به این فروختن نداشت، معامله باطله. یعنی اون کسی که این پول رو میگیره اگه بدونه که این فروشنده مجبوره داره میفروشه، نمیتونه باش معامله کنه. و بعدن هم اگه کسی متوجه شد باید بیاد پول رو پس بده و ایشون خونه ملکشه، از ملکش خارج نشده. دوست داشتن، علاقه داشتن، یعنی میل باطنی داشتن به فروختن معامله رو صحیح میکنه. با نداشتن این انسان از کجا یاد میگیره؟ این انسان از کجا میفهمه؟ میبینی شما در خارج میگه المأخوذ حیاءً کالمأخوذ غصبًا، چیزی رو که انسان با خجالت از کسی میگیره تو یه مزیقه قرارش میده که مجبور شه هدیه به شما تقدیم بکنه، شما اون هدیه رو مالک نمیشید چون در این هدیه دادن میل و رغبت نداشته. دین هم همینه، یه فرق کوچیکش بود. وقتی شما علاقه داشتید دنبال میکنید، وقتی علاقه داشتید اخذ و عطا دارید، وقتی میل داشتید متابعت میکنید. بنابراین وقتی میفرماد هل الدین الا الحب، دین یعنی التزامات، یعنی باورها، یعنی متابعتها، با محبت پیدا میشه. لذا وقتی محبت نیست نگاه میکنید هیچ نتیجه نداره، خشکه، بیروحه. اما وقتی من علاقه داشتم دیگه چونه چرام نمی کنم، سوالم نمی پرسم، قبول می کنم از شما چون شما رو باور دارم. بنابراین هر کدوم به جاش درسته، یعنی محبت به جاش باید بوده باشه، ولی ثمره این محبت
پیروی و متابعت. یه نمونه کوچیک دیگه عرض بکنم در بحث شفاعت. تو روایتی از امیرالمومنین علیه السلام میفرماد میدونید اهمیت شفاعت کجاست؟ اهمیت شفاعت اینه وقتی من فهمیدم شفاعت به دست کیه، کیا همه کارای روز قیامتن و فهمیدم که من نیاز به شفاعت دارم چون اعمال من منو بهشتی نمیکنه، طبیعتا خودم رو به صاحبان شفاعت نزدیک میکنم تا مشمول شفاعت اونها در روز قیامت بوده باشم. کسی که دور است از صاحبان شفاعت نمیتونه طمع در شفاعت داشته باشه. استجیبوا الانبیاء و اعملوا بطاعتهم تدخلوا في شفاعتهم. خیلی زیباست، انبیاء رو متابعت کنید، حرفشون رو گوش کنید، داخل بشید در اطاعتشون، این جزء گروهی بشید که انبیاء رو گوش میکنن، وقت نتیجهش چی میشه؟ تدخلوا في شفاعتهم، شفاعت اونها شامل حال شما میشه. بنابراین این دوست داشتن دنیا و آخرت انسان رو تأمین میکنه، چیز کمی نیست. بسیار خیلی متشکرم. سال بعدی سلام کردن و پرسیدن قصاص را حتما باید فقها دستور بدن یا اولیای دم هم خودشون میتونن قصاص کنند؟ قصاص حقی است برای اولیاء دم، اما اینکه مراجعه به حاکم شرع گفته میشه جهت داره. یه نمونه عرض میکنم تا جهت روشن بشه. شما در پرداخت خمس و زکات میبینید علما میفرمان بعد به مستحق خمس و زکات این مال برسه. خب برای چی ما به حاکم شهر میدیم خمس و زکات را؟ چرا علما میفرمان که اگر اجازه دارید صرف کنید، اگر حاکم شهر به شما اجازه نداره نمیتونید به مستحقش بدید، خصوصا سهم امام را؟ چرا این حرفو میزنن؟ برای خاطر اینکه انسان در مصرفش ممکنه شرایط را رعایت نکنه، این کمکی است به او. شما اگه به حاکم شهر دادی از ذمت ساقط میشه. حاکم شهر سعه داره، وسعتش بیشتر، وسعت دیدش بیشتر از یک مقلده. او اولویت ها رو بیشتر میدونه، او نیازهای سهم امام و مصارف سهم امام رو بیشتر از یک مقلد میدونه و این طبیعیه که مالها در یک جا جمع بشه و از اونجا تقسیم بشه طبق اولویت ها. بهتر از این که هر کسی تصرف بکنه، علی حال جهات مسئله باید بررسی بشه. لذا ما گفتیم وقتی در گذشته این نبود، هر کسی اون چه که واجب بود ازش در انبار با دست خودش به مستحقینش میرسون، چون در روستاها در شهرها مصرف میشد، جهانی نبود. الان جهانی شده، الان ارتباطات به قول معروف دنیای دکده کوچیک شده. بنابراین اگه من بخوام فقط تو روستای خودم و شهر خودم خرج بکنم، شاید اولویتش کمتر از اینیست که مرجع در نظرش هست. لذا میفرمان به دست مرجع بدید. مرجع هم به شما میگه آقا من اولویتی فعلا مهمتر از منطقه شما ندارم، تو منطقه خودت خرج کن، اجازه میده و می خرج میکنی. آقا این مسجد حسینیه یک سری خانواده ایتامی فلانی برای بری صرف کنید، اجازه را میدن. معمولا اینطوری نیست که ندن، اما با این ارتباطه بوده باشه، با این اجازه بوده باشه. تو این بحثی هم که الان طرح شد همینطوره. اگه قرار شد هر کسی خودش قصاص کنه، هرج و مرج میشه. آقا چرا فلانی رو کشتی؟ قاتل پدرم بوده، من کشتمش. از کجا فهمیده قاتل پدرته؟ به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. خب نشد، سنگ بند نمیشه. بله، هر کسی رو میتونه از بین ببره و بگه این ثابت شد بر من قاتل بوده و من ولی دم هستم. ما اون قدرت تشخیصی ها رو هم نداریم مثل حاکم شهر. فکر میکنیم بعدا میبینیم اشتباه شده، دوباره یه قصاص دیگه مترتب میشه. بله، چون من خودم داغم، چون خیلی حماس برام ایجاد شده، چون میخوام انتقام بگیرم. بنابراین وقتی از علائمی یا طرف رو تحت فشار گذاشتم، اونم دید بابا اینجور داره زجکش میشه، بگه کشتم با یه ضربه بکشنش خیلی راحت تره، اعتراف کرد. اما اگه زیر نظر حاکم شهر شد، شکنجه از بین میره. زیر نظر حاکم شهر شد، بیانه عادل میطلبه. زیر نظر حاکم شهر شد، بقیه جهات. وقتی که ثابت شد و حاکم شهر حکم کرد به قصاص، دیگه او اختیار داره که قصاص رو اجرا بکنه. خوشبال کسی که آقا تو هر مشکلی که براش پیش میاد سری میره میپرسه، از اهلش هم سوال میپرسه. بسیار. در سوال بعدی پرسیدن در نماز اگر زینت های همراه خانم ها پیدا باشه اشکال داره یا خیر؟ نمازشون به احتمال پرسیدن. اشکالی نداره، بدن باید پوشیده باشه. بنابراین اگر فرض بکنیم چادری که استفاده کرده به عنوان ساتر بدن یا روسری که استفاده کرده زینتیه، نامحرمی هم نیست، تو خونه خودشه. چون اگر نامحرم بوده باشه، اظهار زینت مقابل نامحرم یه عنوان دیگه است. ما مسئله نماز رو داریم میگیم. بدن پوشیده است، اما پوشش بدن با یک لباسی است که بیرون اون لباس رو نمیتونه بپوشه. نمازش درسته، اشکالی نداره. فرض بکنیم یک گردنبندی یا دستبندی یا خلخال پایی هست که بیرون از لباسه، یعنی خارج لباسه. فرض بکنید جوراب و شلوار پاش هست، رو جوراب و شلوار خلخال رو بسته، نماز باطل نیست. اگرچه بهتره که انسان برای نماز از این زینت ها استفاده نکنه. به این معنا خود زینتکم عند کل مسجد
معناش نیست که خودتون آرایش بکنید برید برنامه نماز، نه، بهترین، ساده ترین، معطر ترین لباساتون رو بپوشید و زینت شما فرزندان شما. مسجد که میرید دست خالی نرید، بچه هاتون هم با خودتون ببرید. خانم هایی که زینت استفاده میکنن و حرامه اون زینت هایی که حال مثلا انواعش من مصداق نبید، اونها به اشکال داره تو خیابون باش راه برن توی نماز؟ خب خود نفس نماز رو خراب نمیکنه ولی پوشیدنش باز جایزه. بله برای نماز مشکلی نیست اگر کسی وضو گرفت بعد مقدار آرایش مثلا وضو داشت، مقدار آرایش برای مجلس انجام داده بود، حالا میخواد نماز بخونه، لازم نیست آرایش ها رو پاک کنه و نماز بخونه، به شرطی که نامحرمی در کار نیست. چون ممکنه زن دیدید اینا که مراسم عروسی میرن صورتشون رو میپوشن معمولا متدینین، اما حالا تو همون تالاری که رفته و وضو هم داره میخواد نماز بخونه، بدن پوشیده است، از این جهتش مشکلی نداره. شرطش به نامحرم دیدن ندیدنش. پرسیدن مکانی که وقف شده روزهای خاص میشود کاربریش هم عوض میشه یا خیر؟ میشه حالا سوال رو دوباره پرسیدن، حالا شد من مضمون سوال رو اینجور خدمت رو مطرح بکنم. یک فضایی رو، یک زمین رو وقف میکنن، وقف روزهای خاص، امکان داره مثلا پنجشنبه و جمعه ها، نداریم مثلا میشه همچی چیزی؟ نه، شاید سوالشون چیزی دیگه منظورشون باشه. حالا به حال اگر سوال اینه که یک جایی رو فقط برای روزهای خاصی وقف کردن، مثلا این بازار روزهای پنجشنبه وقف مثلا هیئات مذهبی باشه بیان اینجا، یا مثلا ایام روزهای شهادت. بله نه، چیزی ما نداریم، وقف روزهای خاص نداریم. میشه در روزهای خاص در جهتی اجازه داده بشه که استفاده بشه، اما اگه وقف شد، چون وقف اینه که از ملک شما خارج میشه دیگه، تصرف نمیتونید بکنید، بنابراین روز خاص غیر خاص نداره. اما اگه منظورتون اینه یک جایی وقفه، روزهایی از هفته در یک کار دیگه استفاده بشه، مثلا یه جایی ما وقف میکنیم مسجد باشه، اما چون مسجد تو بازاره جمعه ها بشه بازار، اشکالی داره یا نداره؟ اگر وقفه و اون جهت دیگه ای که شما میخواید در مسجد یا در حسینیه در اون جای موقوفه به کار ببرید با شأن اونجا منافات داشته باشه، نمیشه. خب اگر قرار شد مسجد بازار بشه مکروهه، اگر قرار شد یه جایی باشه که هر شخصی وارد میشه، ممکنه شخصی که عذر شرعی داره مثل زن حائض، شخص جنوب وارد بشه، این مشکل داره. بنابراین با این جهات نبوده باشه اشکالی نداره. بنابراین اگه سوالتون این بود خدمتتون عرض شد، اگه غیر از اینه ان شاء الله سوالتون رو واضح‌تر بپرسید در خدمتتون هستیم. جایی که وقف شده از ملک خارج شده، جهت وقف اینه که مثلا مدرسه علمیه باشه، بذاریم پنجشنبه جمعه مدرسه آکادمی بشه، مدرسه چیز دیگه بشه غیر از اونی که وقف شده، نمیشه. در همون جهتی که وقف شده باید استفاده بشه. این کتاب وقف این کتابخونه است، از این کتابخونه برداریم ببریم در یک روزی در هفته مثلا یه قرآن ها برداریم ببریم در جای دیگه استفاده بکنیم، اگه وقف شده نمیشه، در همونجا باید استفاده بشه. اما اگه غیر از این ان شاء الله منظورشون هست ان شاء الله بپرسن در خدمت. بسیار خوب، ان شاء الله که به جواب سوالشون رسیدن، اگرم سوالشون این نبود سوالشون رو اصلاح کنن برام ارسال بکنن. شما پرسیدن کسی که مسیحی بوده یا مسلمان بوده و مسیحی شده دوباره مسلمان میشه، واجب نمازهایی که نخونده قضا بکنه؟ این دو تا سوال تو یک سوال بود. بله، هم مرتد فطری رو ایشون پرسیدن هم مرتد ملی را. کسی که پدر یا مادر یا هر دو مسلمان بودن، مسیحی شده بعد دوباره مسلمان شده، یا نه مرتد ملی مسیحی بوده مسلمان شده باز دوباره، از سن بلوغ تا الان، حالا چه سابقا مسیحی بوده و چه بعد شده، مدتی که نماز نخونده نماز از گردن ساقط نمیشه، نمازها گردنشون هست. بعد از آنی که دین مبین اسلام اومد، این دین مبین برای همه است، برای تمام بشریته، یعنی روز قیامت بودایی ها هم نگه میدارن، ازشون سوال میکنن چرا نماز نخوندید؟ با ما بودایی بودیم مسلمان نبودیم که نماز بخونیم، چرا مسلمان نشدید؟ هم مخاطبن به سوال چرا مسلمان نشدید، هم مخاطبن به سوال این که چرا نماز نخوندید. بنابراین مسلمان نبودن عذر بی نمازی نیست، بندگی خدا به این شکل وظیفه همه است. اقیم الصلاة دستورش فقط به مسلمان ها نیست، همه آدم ها باید وضو بگیرن، همه آدم ها باید نماز بخونن، همه خدا به این شکل باید متابعت کنن، همه باید ولایت امیرالمؤمنین رو داشته باشن، همه باید عاشق امام حسین باشن. بنابراین کسی عذرش این بود که خب من سنی بودم نمیدونستم، من فلان، این ندونستن و نبودن در دین عذری برای اونها حساب نمیشه، مگر کسی واقعا مثل پیرزنی که توی دهات دورافتاده دنیا اومد و مرد، چیز از چیز اصلا به گوشش نخورد،
اینایی که اصطلاحاً ضعفا ازشون تعبیر میشه، اینها روز قیامت یه امتحان مختصری به چه شکلی نمیدونم، شلا روز قیامتشون امتحان گرفته میشه مثل بعضی از مجانین، بعضی از اطفال. بل اما نسبت به مردم زمان ما نه، کسی معذور نیست، نمازهاش رو بعد ان شاء الله وضو بگیره، غسل کنه و انجام بده. بسیار خوب. پرسیدن عرق جنوب از حرام نجسه یا خیر؟ یکی از نجاساتی است که مورد بحث اختلاف بین علما، عرق جنابت از حرام. نظر حضرت آقا این هست که نه، نجس نیست، اما خب علی حال احتیاط بشه خوبه. بسیار خوب. تو سوال بعدی پرسیدن کسی که عادت به دائم الوضو بودن داره، که انشاءالله توفیقیه بتونیم همیشه این عادت خوب رو داشته باشیم، اگر بعد از نماز شک کند که وضو داشت یا خیر، تکلیفش چی؟ حالا دوام همیشه داشته ولی خب الان شک یه مقدار تأمل میکنه، اگر ظنش غالب شد یعنی اطمینان کرد به اینکه وضو داشته که هیچ، یا وضو نداشته، اگر این ظن براش و این گمان براش پیدا نشد که معمولا سوال از همینه، ببینه حالت سابقش چیه، یعنی میدونه صبح وضو گرفت اومد بیرون، نمیدونه وضوش باطل شد یا نه، بگه انشالله وضو دارم نماز بخونه، مطمئن آخرین کاری که کرد وضوش باطل شد، نمیدونه وقتی که مثلا از دستشوی بیرون اومد وضو گرفته یا نه، اینجا باید وضو بگیره. اما اگه اینم نیست، یعنی نمیدونه، میدونه یه دستشوی رفته یه وضو گرفته، نمیدونه کدوم اول بوده کدوم دوم بوده، احتیاطاً یه وضو بگیره و نماز بخونه. نمازشو بخوند. پرسیدن پوستی که از لثه ها و لب کنده میشه نجسه؟ میفرمان اگه با سوزش کنده بشه، یعنی زنده باشه کنده بشه، بله، اگر نه نه خود اون پوست نجسه. بله بله. سوال بعدی پرسیدن من نمیتونم نظرم را ادا کنم، وضعیت اقتصادیم هم خراب شده، کفاره باید بدم؟ وقتی که انسان از ادای نظر عاجز بوده باشه، نه اینکه متعمد باشه، متعمد باید کفاره بده، اما متعمد نیست، نذر کرده بوده که یک سفره‌ای بندازه، یک گوسفندی ذبح کنه، نمیتونه. اگر هر وقتی تونست انجام بده، اما تا وقتی که نتونسته نه چیزی گردنش نیست. بسیار خوب. پرسیدن در نماز جماعت زودتر از امام نماز رو سلام بدیم اشکال داره؟ شبیه به این رو پاسخ داده بودم جلسات گذشته. اگر سلام آخر نمازه و متعمد باشه، ثواب جماعتش از بین میره، اما اگر رکعت اول و دوم بوده باشه، احتمال باطل بودن نمازش هست. به چه صورت؟ به این صورت که متعمدن سر از رکوع برداشت و به رکوع هم بر نگشت و نماز رو ادامه داد، خب رکعت دومی نمازش فرادا شده، باید حمد و سوره رو بخونه، حمد و سوره رو نخوند، نمازش باطل. اگه کسی متعمدن از نماز جماعت خارج بشه، نمازش فرادا میشه. وقتی فرادا شد باید اعمال فرادا رو انجام بده، نمیتونه حمد و سوره، میتونه با اونها رو کوس سجود کنه، اما حمد و سوره رو باید بخونه، اگر نخوند از این جهت نماز مشکل میشه. پرسیدن من کربلا اومدم و یادم رفت برخی رو جداگانه دعا کنم، گناه کردم چون قول بهشون داده بودم. خلف وعد رو تو بحث نذر و عهد و یمین عرض کردیم، اون خلف وعدی حرام است که با خدا بوده باشه، اگر انسان با خدا عهدی ببنده و انجام نده مثل نذر حرامه. اما تا یادم نرفتین عزیزم که سوال نظر داشتن، یه راه خلاصی هم دارن، حالا که نمیتونه نظرش انجام بده، برای اینکه گرفتاری هم گردنش نباشه، حالا بعد تونست انجام بده، اگر پدرشون هست از پدرش بخواد، اگر زن از شوهرش بخواد، که نظر از گردنش باز بکنه. بله بله. اگرچه واجب نیست، اما علی حال این دغدغه رو داره انسان، چی شد حالا چیکار کنم، برم قرض کنم، بخواد از گردنش باز کنن، خیالش راحت میشه، هر وقت تونست انجام بده، اگرم نتونست دیگه مهم نیست. عرض میکنم عهدی که انسان با مردم بسته از نظر اخلاقی خوب انجام بده، ولی از نظر شرعی لازم نیست. بنابراین اگر کسی به مردم قول داد، ایده زیادی بهش گفتن، گفت حتما ان شاءالله میرم بالا سر امام حسین دو رکعت نماز براتون میخونم، یه زیارت برای شما میخونم، اشکالی نداره اگه شما یه دو رکعت نماز یا یک زیارت به نیابت از همشون بخونید، اگه سختتونه برای دونه دونه شون، یا 5 تا 6 تا 10 تایی که در نظرتون هست تقسیم بکنید براشون، نماز و زیارت رو هر روز برای یه عدهشون انجام بدید. اگر این هم براتون مقدور نیست یا فراموش کردید، اشکالی نداره، اگر هم از شما پرسیدن بگید، یعنی نیاز نیست اصلا بگه من نخوندم یا بگه خوندم، امیدوارم خدا توفیق بده و علی حال یک زیارتی برم به نیت شما انجام وظیفه بکنم.
بنابراین تکلیف شرعی نمیاره، چون گاهی اوقات انسان تو محظور قرار میگیره، طرف ازش میپرسه آقا من ازتون خواستم فلان کار انجام بدید، انجام دادید یا نه؟ اگه اون هم نپرسه انسان پیش وجدان خودش ناراحته که خب من به اینا قول دادم چرا انجام ندادم، کار حرامی انجام نشده پس سعی نکنیم خدای نکرده خرابش بکنیم. بله من بالا سر یادتون بودم، دو رکعت نماز برای شما خوندم، نه این کارو نکنیم. اگرم سختمونه راستشو بگیم که فراموش کردیم، بگیم ان شاء الله خدا توفیق بده و قبول کنه ما کوتاهی در حق شما نکنیم به این صورت. ولی اگر هم گفت انسان راستشو مشکلی نداره، بالاخره توقعی مردم از ما ندارن که خلاف شرعی هم انجام دعا نشده. کردن برای مؤمنین و مؤمنات جمع ببندیم شامل همه میشه دیگه. بله بله، چون معمولا انسان تو این جور جاها عده زیادی رو دعا میکنه، ممکن اسم شخصی جاش میشتن. بله اسم شخصی جاش تو ذهنش نبوده، ان شاء الله خدا قبول کنه کوتاهی نکردیم. ان شاء سلام، خسته نباشید. زن هایی که در جوانی بیوه میشوند یا طلاق میگیرند و به خاطر فرزندانشان یا حرف‌های مردم حق ازدواج مجدد ندارند چه حکمی دارند؟ حقیقتش یکی از مصادیق ظلمه، یعنی بستگان این موارد نباید خدای نکرده اونها رو تو فشار قرار بدن. یه وقتی خود شخص هیچ تمایلی به ازدواج نداره و میتونه ایمانش رو حفظ بکنه و میگه بالاخره روز قیامت من مجرد محشور نمیشم، من ازدواج کردم و الان هم موقعیت برای من برای ازدواج جور نیست، چون احتمال میدم اگه ازدواج کنم بچه هام و تربیت اونها رو از دست بدم. خودش هیچ میلی نداره، اون میل خودشه، اگرچه اونم بهتر ازدواج کنه. اما اگه خود شخص میل به ازدواج داره، بستگانش رو تحت فشار قرار دادن، بدونن مسئله این شخص مسئله اون شخص مجردی است که ما در ازدواج زمینه براش فراهم نمی کنیم. که تو روایت هست حضرت سلمان علیه السلام رفته بودن مدائن، وارد خونه ای شدن که ظاهرا دختری رو برای ازدواج اختیار بکنن. پدر اون خانواده نشسته بودن کنار سلمان، خانمی عبور کرد، خانم جوانی عبور کرد، سلمان ازش سوال کرد این هم متعلق به شماست؟ عرض کرد بله این دختر من هست. ازدواج کرده یا نه؟ گفت نه یا سلمان. گفت همینقدر من بهت بگم، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم اگر گناهی مرتکب بشه شما هم در گناه شریک هستید، یعنی در نامه عمل خودش نوشته میشه برای شما هم مینویسن. یه وقتی من کوتاهی نکردم مورد خوب و مناسب پیدا نشده، یه وقتی میگم نه این جوون نه، این جوون نه، این جوون نه، به خاطر عذرهایی که عذر شرعی، ایمان داره، اخلاقش خوبه، کسی از این دو جهت بدگوییشو نکرده، خانوادهش خانواده معروفی نیستن، ثروت آنچنانی نداره، دستش خالیه، قیافش فلانه، برای خاطر این جهات من رد کردم، اینها درست نیست. اگه دختر تو خونه بمونه خدای نکرده مرتکب به گناه بشه، در نامه اعمال پدر مادر هم نوشته میشه. این هم همونه، اینم که ازدواج کرده شاید اولویت هم داشته باشه. ان شاءالله که ما مانع نشیم و ظلم به اونها نکنیم. خیلی متشکرم از تشکر از بزرگواریتون، حضورتون در برنامه و جوابهای زیبایی که دادین. وقت برنامه هم تموم شده. من از طرف همه بیننده ها ازتون میخوام امشب که مشرف میشین حرم، نوازیاره بزرگوارانی که اینقدر لطف دارن به برنامه و التماس دعا دارن، نوازیارشون باشین و برای اونها و این حقیر دعا بکنین. خیلی هم متشکرم، دستون درد نکنه، با شما خداحافظی میکنیم. همچنین از شما بزرگواران عزیز خیلی خیلی ممنونم که تا این لحظه برنامه نگاه کردین. یک تشکر خاص هم میخوام داشته باشم که تو این ایامی که بنده مهمان بودم توی برنامه و منزل شما بزرگواران تحمل کردین و قصور بنده رو هم خواهید بخشید و حال فرصتی بود، توفیقی بود که خدمت استاد بزرگوار جای رفعتی باشیم، ولی ما الحمدلله توفیق مند این توفیق هستیم که خدمت آجا برسیم توی ایامی که توی کربلا هستیم. ولی خب یک توفیق مضاعف بود تونستیم اینجا به عنوان یک شاگرد اگر حاج آقا قبول بکنن، ولی بعضا بلبل زبونی کردیم یا بل فضولی، خدا به حال حاج آقا قطعا خواهند بخشید. شما لطف دارید، ما هم ممنون هستیم، برنامه رو رونق دادید. انشاءالله که خودتون خانوادتون موفق باشید. خیلی متشکرم آقا، ممنونم. با آرزوی اینه که انشاءالله جز زائرین خاص قاصد شهدا باشیم و توی کربلا و بین الحرمین ملاقاتتون بکنیم. همه شما بزرگواران رو به خدا مد متعال خواهیم سپرد. یا علی مدد، التماس دعا. جا خیلی متشکرم.